اطلاعات تازه جبهه مقاومت ملی افغانستان از زبان مولوی حبیب الله حسام برملا شد. به نام خدا و با درود سلام به کانال ادلا رسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها. مولوی حبیب الله حسام در صفحه رسمی تویتر خود چنین می نویسد: حقابه حق ایران است. ملت ها و کشورها نیازهای انکار ناپذیر و اجتناب ناپذیر با هم دیگر دارند و قوانین بین المللی و بین الدول نیز الزام آور است که از جانب دولت های مشروع و مردمی اعمال و احترام شود و هرچه رژیم های نامشروع از طریق برهم زدن مناسب ها برای خود امر نامشروع می سازند. مولوی حبیب الله حسام از امامان دولت جمهوریت بود که بعد از شکست نظام جمهوریت از افغانستان فرار و به کشور ایران مهاجر شد. مولوی حبیب الله حسام حمایت عام و تام خود را از جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده است و یک سال می شود که هر گونه تحرک سیاسی در برابر امارت اسلامی افغانستان انجام می دهد. این در حال اتفاق می افتد که افراد ناشناس یک مکتب ابتدایی را در کنر به آتش کشیدند. منابع محلی در ولسوالی چپدره ولایت کنر در شرق افغانستان می گویند که افراد ناشناس یک مکتب ابتدایی را در این ولسوالی به آتش کشیدند. یک باشنده ولسوالی چپدره به روزنامه ادلاعات روز گفت که این مکتب ابتدایی شب گذشته پنجشنبه 4 جوزا در روستای چمپرک این ولسوالی به آتش کشیده شده است. با گفته این منبع این مکتب ساختمان نداشت. دو خیمه و 4 صنف درسی که از چوب برای دانش آموزان توسط مردم ساخته شده بود شب گذشته در آتش سوخته است. منبع افزود که تاکنون مشخص نشده که این مکتب چرا و توسط چه کسی به آتش کشیده شده است. مکتب ابتداییت تنها مکتب فعال در این روستا بوده است. مسئولان ریاست معارف ولایت کنر تاکنون در این باره چیزی نگفته، اما فرماندهی امنیتی طالبان در این ولایت آغاز تحقیقات در این زمینه خبر داده است. چپدره یکی از ولسوالی های ولایت کنر است که بیشتر باشندگان آن در نبود امکانات زندگی از آموزش نیز محروم هستند. از توجهات آن جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین.